بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه این هفته در لیگ برتر افغانستان روشن. در این برنامه با موضوعات متعدد فوتبال افغانستان با شما خواهیم بود و فوتبال افغانستان و اتفاقات یک هفته اخیر فوتبال افغانستان را بررسی خواهیم کرد. در نخست اخبار فوتبال افغانستان را با هم مرور خواهیم کرد. برگزاری فستیوال فوتبال پایه در کابل به مناسبت روز جهانی زن 8 مارچ، این فستیوال فوتبال در استادیوم بین المللی فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار شد برای کودکان عزیز. برگزاری کورس بین المللی فوتسال در هرات، این کورس را آقای سالا به پیش میبره برای فوتسالیست های هرات. انشاءالله که ادامه داشته باشه برگزاری چنین کورس هایی در سطح کشور برای جامعه فوتسال افغانستان. و البته برگزاری لیگ 12 ساله های بلخ که از این هفته آغاز شده به مناسبت 8 مارچ با حکمت زهرا حسنی دارنده مدرک داوری AFC. و تمرینات تیم ملی 23 ساله افغانستان در دبی برگزار میشه زیر نظر آقای الیاس احمد منوچهر و آقای حسین صالح. ما دو تا بازی دوستانه داشتیم، آب و برق را 7-2 بردیم، شاهین دبی را هم 5-3 شکست دادیم در دو تا بازی دوستانه. خب تیم ملی 23 ساله افغانستان قرار بود یک بازی دوستانه با تیم ملی 23 ساله های امارات داشته باشه، تا حال که چنین اتفاقی رخ نداده. انشاءالله که موفق باشیم در رقابت های مقدماتی المپیک ریو که سال 94 حمل سال 94 در ایران برگزار میشه و ما با تیم های نپال، فلسطین، عربستان و ایران بازی خواهیم کرد. بخش بعدی که با هم خواهیم دید مسابقه فوتبال عقابان انتوکش و شاهین آسمایی است، پرتماشاگرترین بازی مرحله مقدماتی سومین فصل لیگ برتر فوتبال افغانستان باشه. خوش آمدید به بازی جذاب، مهیج و پر از تماشاگر قابان هندوکش مقابل تیم فوتبال شاهین آسمایی. خود سعید مقصود در عمق برای حشمت الله بارکزای، موقعیت برای تیم فوتبال شاهین، توپ همچنان در اختیار داره برای عبدالصبور اسیر، آفساید نیست، حرکت برای قابان هندوکش، ازمن سرنگی به گول، گول که آقای عبدالستار لیاقت قبل از شروع مسابقه در صحبتی که با مجیب رحمان آرز و فرخنده آرزو داشت گفت گل اول مسابقه را ازمیر سارنگی خواهد زد. باز هم سارنگی و باز هم عقابان. این ضربه موقعیت هست برای تیم فوتبال عقابان. دروازه باز شد و آفساید را قبل از مصطفی افشار، مصطفی افشار و گل. حرکت برای عقابان هست در سمت چپ، یک دریبل دو طرفه موفق و ببینیم چی خواهد کرد عقابان. و گل و گل، انور اکبری گلزنی کرد برای بازیکنان عقابان هست. موقعیت برای سالنگی و چه توپی بود. سعید مقصود هاشمی چه پاسی میده، چه موقعیتی داره شاهین آسمایی، با چه توپی گل نمیشه برای شاهین آسمایی. حرکت برای بازیکن شاهین آسمایی و این بار توپ را دروبال در اختیار میگیره. حالا ارسال توپ، باز هم موقعیت برای عقابان، باز هم بازیکنان عقابان و خروج موفق حمیدالله یوسف زای. لیگ برتر فوتبال افغانستان زمره سارنگی از مقدر قایزاده، موقعیت برای شاهین، موقعیت برای شاهین آسمایی و ایمن گریوال توپ را در اختیار گرفت و این هم بیسل پایان بازی. برتری 2 برای عقابان هندوکش مقابل شاهین آسمایی در آخرین بازی مرحله گروهی رقابت‌های دو تیم. خب این بازی رو با هم دیدیم، یک بازی جذاب بود از سومین فصل رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان. حالا آمار بازی رو با هم یک جا مرور می‌کنیم. سومین بازی دو تیم در لیگ برتر افغانستان روشن همین مسابقه بود در مرحله گروهی رقابت‌ها و در گروه الف رقابت‌های سومین فصل فوتبال افغانستان که البته عقابان اندکوش بازی را برد. بهترین خطوط حمله مرحله گروهی رقابت‌ها همین دو تیم عقابان اندکوش و شاهین آسمایی بودند با بیشترین گل زده در بین 8 تیم. و
و این دو تیم بازی نهایی مسابقات را هم در نهایت برگزار کردند و در نهایت شاهین آسمایی بازی فاینال را برد، قهرمان سومین فصل فوتبال افغانستان شد. و این مسابقه پرتماشاگرترین بازی تاریخ رقابت‌های لیگ برتر هم بود. چند هزار نفر تماشاگر هم پشت دروازه‌های استادیوم ماندند و موفق نشدند که این بازی را از نزدیک تماشا کنند. بیننده های عزیز، یک شنبه رقابت های تورنمنت نوروزی در جلال‌آباد آغاز خواهد شد و به همین خاطر با آقای عبدالزهی سخنگوی والی ننگرهار ارتباطی را برقرار کردیم و در رابطه با میزبانی جلال‌آباد از اولین دوره تورنمنت نوروزی صحبت خواهیم کرد با آقای عبدالزهی. سلام، وقت شما بخیر. منون، علیکم سلام. تاسی و استاسی درنو و همکاران و لیدونکو تخبل سلامون اوائیم. زنده باشین. چه برنامه هایی دارید برای میزبانی اولین دوره تورنمنت نوروزی در جلال‌آباد؟ در هر سال امرای زباید طول و هوادوال تو مبارکی اوائیم چی لخمرغه پسگانه و مسابقاتو کی ننگرهار با ددی مسابقاتو کوربهی او د دې مسابقاتو د خطر سره ویل لپاره د والی سره په هدایت زمونږ ټول ادارو خپل آمادګی نیولې ده. مونږ د فوټبال د فدراسیون د همکارانو سره په ګډه په چمتووالي باندې لا هم بوخت یو. ځینې ټیمونه ننګرهار ته رارسېدلي دي او ځینې به د نږدې ورځو کې راورسېږي او انشاءالله مونږ به د ډیر خو مسابقات شاهدان ووسو او په دې برخه کې زمونږ ټول ادارې په خپله برخه کې مکلف دي چې د لوبو د خطر سره کېدو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. انشاءالله. چه برنامه هایی داره مقام ولایت ننګرهار برای اینکه در ولایت همیشه بهار ننګرهار پیشرفت و انکشاف ورزش شاهد باشیم؟ بله، تاسو په خپله وینئ چې د وسنیو مسابقاتو تر سره کېدل په ننګرهار کې دا په خپل دا پیغام وړاندې کوي چې ننګرهار د دې سیمې د حکومتوالۍ د مشرانو په هڅه دې ته آماده شوی چې دلته هر ډول مسابقات تر سره شي. د دې سیمې وضعیت د هر ډول مسابقات لپاره مساعد دی په امنیتي لحاظ او همدارنګه د امکاناتو په لحاظ باندې. مونږ اوس د یو لوی سټډیوم لکه تاسو چې ویلی د فوټبال د یو لوی سټډیوم درلودونکي یو، همدارنګه د کرکټ د یو لوی سټډیوم درلودونکي یو، ولې لا هم په دې برخه کې زمونږ مشران هڅې کوي څو مونږ د سپورت په برخه کې نور امکانات آماده کړو. خوشبختانه په ځینو استراتیژیکو پلانونو کې مونږ د سپورت د پرمختګ لپاره ځینې پیشبینانې کړي دي چې امید دی د مرکز په ملاتړ باندې اغه ملک او د سپورت په برخه کې نورم په نګدیا انده کې سہولتونه ولرو چې د ټول هیواد په کچه موږ د مختلفو لوبو لپاره دلته کوربه اوسو او لوبې ترسره شي. زنده باشین، انشالله موفق باشید و انشالله میزبانی خوبی را داشته باشید از تیم‌های حاضر در اولین دوره تورنمنت نوروزی. وقت شما بخیر. انشالله. خب، اینم از ارتباط با آقای عبدالزهی سخنگوی والی ننگرهار. در قسمت بعدی برنامه بازی‌های اولین دوره تورنمنت نوروزی رو با هم خواهیم دید و روی تصاویر و روی برنامه بازی‌ها بیشتر گپ خواهیم زد. خب، بازی‌ها با بازی شاهین آسمایی دمیوند اتلان یکشنبه 24 هوت آغاز میشه. بازی جذابی خواهد بود مطمئناً. بازی این دو تیم در ادامه رقابت‌های دسپین قربازان با سیمرغ البرز دوشنبه 25 هود بازی خواهد کرد. این بازی هم میتونه جذاب باشه. سیمرغ البرزی که هر سه مسابقه خودش رو در سومین فصل فوتبال افغانستان باخت، به مسافه میزبان رقابت‌ها خواهد رفت. سه‌شنبه 26 هود بازی برگشت دمیوند اتلان با شاهین آسمایی برگزار خواهد شد و در نهایت یکی از این دو تیم در مجموع دو بازی رفت و برگشت برنده خواهد شد و به فاینال رقابت ها خواهد رفت که اولین روز سال 1394 برگزار خواهد شد در جلال‌آباد. و چهارشنبه 27 اوت سیمرغ البرز نماینده زون شمال با دسپین قربازان بازی خواهد کرد و یکی از این دو تیم هم به بازی نهایی رقابت ها فاینال مسابقات صعود خواهد کرد. خب، این هم از برنامه بازی ها. بعد از یک وقفه همچنان با ما همراه باشید. این هفته در لیگ برتر افغانستان روشن تقدیم شما میشن.
خوش آمدید به ادامه برنامه. این هفته در لیگ برتر افغانستان روشن تقدیم شما بشه. در این قسمت با بازیکن هفته ستاره هفته سید فرشاد میری بیشترشون خواهیم شد و بسته تصویری فرشاد میری تقدیم شما. سید فرشاد میری هستم. از سن 12 سالگی فوتبال شروع کردم و از مدت 3 سال میشه در لیگ برتر افغانستان هستم. 2 سال اول در شاهین اسماعیلی بودم و امسال خواستم یک تیم متفاوت تجربه کنم و رفتم به تیم اسماعیل خربازان. بسیار نتیجه خوبم گرفتیم، مردم دیدن و خوب درخشیدیم ما و بچه‌های دیگر و دانستم که از تاریخ فوتبال مردم به شهر با ما آشنا شد و شهرت رسیدیم. بازیکنایی که بسیار خوش دارم در چیل خارجی ها جرارد پیکه و تیمی خوش دارم بارسلونا است و از تاریخ همه تیم اسماعیل خربازان دانستم که به تیم ملی 23 سال دعوت شدم. الان تمرینای 23 سال است که برای آمادگی برای بازی ایران میگیریم و آرزوی این که بتونم به طریق فوتبال خدمت کنم به مردم و یک ستاره باشم در فوتبال. خب فرشاد میری را بسته تصویرش دیدیم و با فرشاد میری بیشتر آشنا شدیم. الگوی فرشاد میری در دنیای فوتبال جرارد پیکه مدافع تیم فوتبال بارسلونا هست. تصاویر و صحنه‌های جالبی از بازی‌های جرارد پیکه در دنیای فوتبال و مشخصاً در تیم بارسلونا را آماده کردیم که تقدیم شما. خب بیننده های عزیز، در این قسمت از برنامه با آقای شمس‌الدین اعظمی رئیس فدراسیون فوتبال غزنی ارتباط مستقیم تلفنی را برقرار کردیم و در رابطه با فعالیت های این فدراسیون با آقای اعظمی صحبت خواهیم کرد. اعظمی صاحب سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب خدمت بیننده های تلویزیون تلو. زنده باشین. چه خبر از فعالیت های فدراسیون فوتبال شما و فوتبال در ولایت غزنی؟ فدراسیون فوتبال غزنی ان شاء الله که یکی از فدراسیون‌های فعال در افغانستان می باشه. 10 تیم برتر داریم، 8 تیم اعلی، 18 تیم دو داریم، 40 تیم متفرقه داریم. خیلی خوب، و مشکلات و موانع صد راه شما چی هست در فوتبال در ولایت غزنی؟ مشکلات عمده ما اماکن ورزشی است که میدان نداریم. از نگاه میدان بسیار از این نوع بسیار مشکلات زیاد داریم. یک استیدیومی که جور شدن میدان استاندارد نداره البته و مشکل زیاد داریم در اصل میدان ورزشی. آیا برنامه هایی است برای ساخت یک میدان خوب فوتبال در غزنی؟ یک میدان داریم، استیدیوم است، اوتو میدان نیست که استاندارد باشه. تشکر، زنده باشه. انشالله که مشکلات حل شود. ما گفتیم در هفته های قبل که تلاش خواهیم کرد با ولایت مختلف افغانستان ارتباط را برقرار کنیم و در رابطه با وضعیت فوتبال از ولایت مختلف افغانستان معلوماتی را در اختیار شما قرار بدهیم. اگر صحبت دیگری باشه آقای اعظمی. تشکر، زنده باشین. دیگر اینمی مشکل ما از در غزنی و اول میدان اماکن ورزشی، دیگر مشکل نداریم. خیلی خوب، تشکر، انشالله موفق باشید. وقت شما بخیر. زنده باشین. خب اینم ارتباط با غزنی. در این قسمت تعدادی از بهترین گل‌های فصل سوم لیگ برتر فوتبال افغانستان را می‌بینیم. هفته آینده هم تعدادی از بهترین گل‌های فصل سوم لیگ برتر فوتبال افغانستان تقدیم شما خواهد شد.
خب بیننده های عزیز، بعد از یک وقفه همچنان با ما همراه باشید. یک قسمت از برنامه مانده و مهمانی که خواهد آمد و قسمتی که تقدیم شما خواهد شد. خب وقت شما بخیر. در این قسمت با خانم هاجر ابوالفضل هستیم، مدرس فدراسیون فوتبال افغانستان و همچنین بازیکن تیم ملی کشور، و در رابطه با فعالیت‌های فوتبال بانوان با خانم ابوالفضل صحبت خواهیم که سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدید. خانم ابوالفضل، این روزها کورس‌های مربیگری سی و دی فوتبال آسیا برای بانوان برگزار میشه. این کورس‌ها چقدر میتونه در پیشرفت ورزش بانوان و فوتبال بانوان موثر باشه؟ طبق آگاهی دارین فدراسیون فوتبال این سال از سال آموزش قرار دادن و کورس‌های متعدد یعنی مختلفی می‌خواهند بر در بخش بانوان واقعا برگزار بکنن، که در ماه سوم این سال هستیم که کورس اولی که آغاز شد در ولایت هرات بود که مخصوص بانوان بود، 24 مربی لسانس دی دادن، و بعد از او در ولایت کابل بود که لسانس سی برگزار شد و 26 بانو از کابل و ولایت اشتراک کرده بودند، 13 بانو از کابل بود و 13 بانو از ولایت مختلف که هرات، غور، سرپل و غزنی نا اشتراک داشتند در این کورس. و ختم او همین کسانی که در لسانس سی نمرات تاپ گرفته بودند اونا را در کمک مدرسی لسانس دی یعنی حضور یافتن و در اونجا اشتراک کردن. کیا بودن؟ یکی شما بودید، یکی فروزان تجلی بود، یکی خاتول، خودم بودم، فرزان تجلی، آرزو رحیمی و مدینه عزیزی. مدینه عزیزی و دو بانوی دیگه هم که بعد ختم بعد از معرفی چهار نفر که مسما محمدی و خاتول شهزاد هم معرفی شدن و اونا با ما در این کورس حضور داشتن. در کورس آقای بشیر سادات و پیشبرد. در ختم کورس لسانس دی یک فستیوال در مناسبت روز جهانی زن برگزار کردن که همه مربیایی که در این کورس درس خوانده بودند در این فستیوال کار کردند. خیلی خوب. و کورسی که در بامیان برگزار میشه؟ در ختم فعلا که کورس فوتسال است، یعنی فوتسال ای است در ولایت هرات است. وقتی کورس ختم شود در ولایت بامیان مخصوص بانوان بر 24 بانو برگزار میشه. بخیر. چی شد قرار بود برای 8 مارچ مسابقات در سطح کابل برگزار شود برای فوتبال بانوان؟ میخواستن که در مارچ بعد از ختم فستیوال مسابقات فوتسال برگزار کنند، که فدراسیون کابل ای را یعنی بر ما پیام دادن که در ختم این هفته جلسه قرعه‌کشی اینا را برگزار میکنن که هفته آینده برگزار شوند. چه خبر از تمرینات تیم ملی فوتبال افغانستان؟ یک چند وقتی تمرینات برگزار میشد، فکر میکنم حالا تمرینات برگزار نمیشه. تمرینات تیم ملی بعد از ختم جنوب آسیا که ما آمدیم از مسابقات یک توقفی داشت. بعد از او فدراسیون فوتبال مربی تیم ملی را یعنی آقای امین امینی را بر ما معرفی کردن و ما تمرینات خود مجددا آغاز کردیم، که قبل از اینکه ما لسانس سی آغاز شود تمرینات خود را متداوم داشتیم و خواهیم داشت. خیلی خوب، چه صحبتی در پایان دارید؟ فوتبال بانوان افغانستان و به هر ترتیب نتایج خوبی را نداشتیم در جنوب آسیا، و بعد از نتایج ضعیفی که در جنوب آسیا داشتیم کمیته فوتبال بانوان منحل شد و حالا تیم ملی تمریناتش را مجددا آغاز کرده. قرار هست کمیته فوتبال بانوان مجددا تشکیل شود و البته با اعضای جدید و با تغییراتی که ایجاد خواهد شد. صحبت های پایانی شما. یک سوال خیلی خوب کردین. تغییرات خیلی خوبی در فوتبال بانوان افغانستان آمده. ما چند سال اخیر خیلی پیشرفت‌هایی داشتیم و خیلی فعالیت‌های فدراسیون فوتبال در بخش بانوان افزایش یافته، که ما یعنی می‌بینیم که در ولایت‌هایی که خیلی فوتبال یعنی در اونجا ناآشنا بود یعنی بیگانه بود، ولی می‌بینیم که فوتبال بانوان در اونجا رشد کرده و ترقی کرده و تعداد کثیری از مردم در اونجا حضور دارند و یک پیام خیلی خوبی است در سراسر افغانستان که فوتبال در افغانستان یک نویدی آورده و ما می‌تونیم در آینده فوتبال بانوان خیلی روشن ببینیم و بتونیم تعداد زیادی از بانوان در فوتبال داشته باشیم. تشکر خانم ابوالفضل، ان شاءالله موفق باشید. تشکر باشید. خب بیننده های عزیز، در این قسمت از برنامه عکس هایی از بازی منتخب کابل و منتخب هرات، بازی نهایی اولین دوره مسابقات فوتبال بانوان افغانستان رو با هم می‌بینیم.
خب در اولین دوره تورنمنت بانوان افغانستان تیم منتخب کابل قهرمان شد و شما عکس‌هایی از اون مسابقه را دیدید که در روز مسابقه فاینال مردان برگزار شده بود. عشق به فوتبال را با هم می‌بینیم در کمتر از 10 ثانیه. خب بیننده های عزیز، این هم از برنامه این هفته که تقدیم شما شد. انشالله راضی بوده باشید از برنامه که تقدیم شما کردیم. یک شنبه این هفته رقابت های تورنمنت نوروزی آغاز خواهد شد در جلال آباد و در اولین بازی شاهین آسمین مسافت دموند اتلان خواهد رفت. با اون مسابقات که به صورت زنده از توری و لمر تقدیم شما خواهد شد همراه باشید و مسابقات رو تماشا کنید. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر و دیدار دیگر، وقت شما بخیر. خدا نگهدار.